فصل دوم. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت محرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمعی نامهاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. بنابراین ای عزیزان من، همانطور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید. زیرا خدا است که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید، تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بی‌عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز عظیم مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بیهوده نبوده است. و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و به شما شاد باش میگویم. شما هم خوشحال باشید و به من شاد زی بگویید. امیدوارم که با صلاح دید عیسی خداوند به زودی تیموتائوس را پیش شما بفرستم، تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعا در فکر شماست. دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. شما تیموتائوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. پس امیدوارم به مجرد اینکه وضع من معلوم شود، او را پیش شما بفرستم و اطمینان دارم که با کمک خداوند خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد. لازم دانستم اپافرودیتوس را که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم، زیرا او برای همه شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او با خبر گشته اید ناراحت شده است. راستش این است که او مریض و حتی مشرف به موت بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم فرمود، مبادا این غم بر غمهای دیگر من افسوده شود. پس مایل هستم هر چه زودتر او را پیش شما بفرستم، تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. پس با شادی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به افرادی مثل او احترام بگذارید، زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد
و برای اینکه نقص خدمت شما را به من جبران کند، جان خود را به خطر انداخت.